بینندگان عزیز، با سلام به شما و با این امید تا این لحظه رو به خوبی خوشی پشت سر گذاشته باشید و اوقاتی رو که امروز با هم هستیم اوقات بهتری داشته باشیم. امروز خیلی خوشحالم که پس از مدت‌ها این آقای آریانپور وقتی میرن تا ما باز خواهش کنیم و تشریف بیارن این مقداری طول میکشه، ولی خوشحالم که این فرصت پیش آمده که با ما باشن. آقای دریادار، دیگه نباید بگیم آقای، وقتی میگیم دریادار یا میگیم تیمسار باید اونو، بعض وقتا اشتباه میکنن ایرانی ها اینو میگن، تیمسار، دریادار، امیر هوشنگ آریانپور. نوشته های بسیار زیادی دارن، خاطراتشون وقتی می نویسن معمولا مستند هست، یعنی حرفایی نیست که با غرض و مرض و همینجوری حدیث و روایت باشه، و از این بابت من بسیار خوشحالم که افرادی مثل ایشون در ارتش شاهنشاهی که حقیقتا باید ارتش ملی ایران می بود ولی به اشتباه پایش و اشتباه گذاشتن و دیدیم که خشت اول چون نهد معمار کج، تا سریا رفت دیوار کج. در هر صورت ممنونم از ایشون و امروز یه مقداری میخوان پاسخ بدن به دوستانی که یا کم میدونن یا اینکه مغرض هستن و عمدن تاریخ رو میخوان وارونه جلوه بدن. باز هم خوشحالم که ایشون سالها پیش آمدن آمریکا و رفتن، حتی موقعی که توی نیرو دریایی بودن رفتن دوره دیدن، با کامپیوتر خیلی آشنا هستن، کارایی که انجام میدن معمولا روی USB فلش مموری میارن، خیلی مرتب منظم بودن ایشون واقعا منو وامی داره که تشکر کنم. سر موقع برای من می نویسن که چه چیزایی رو می خوام بگم، عکس‌ها رو می فرستن اینها و من از این بابت ممنونم. امروز یه مقداری زود آمدن، من دیدم وایسادن اونجا که 1:30 بشه بیان داخل، در رو باز کردم گفتم تشریف بیارید، ایشون گفت که خب زود آمدن، گفتم والا این زود آمدن خیلی بهتر از اینه که دوستان دیر میان بعدم که میان میگن ما دیر آمدیم، میگم میدونم دیگه دیر آمد. من صحبت رو کم میکنم چون بعدن دوستان یقه منو میچسبن که چرا نگذاشتی آقای آریانپور صحبت کنه. به شما خوش آمد میگم، سلام میکنم خدمتتون، این شما، این هم بینندگان و شنوندگان تلویزیون مردم. بفرمایید. من هم از جناب عالی که این فرصت رو به من مرحمت کردید که بیام چند کلمه با هموطنان صحبت کنم و بعضی مطالبی رو که درباره من دیگران بیان کردن توضیحاتی بدم. هدفم مطلقا این نیست که خودم رو بیگناه تشخیص بدم و فکر کنم که حرفایی که درباره من زدن درست نیست. شاید همه آنچه خانم محترم و گرامی مینو ثقفی بیان کردن همش درست باشه و من خوشحالم که ایشون این مواردی رو که در مورد من گفتن بیان کردن و این خودش گواه اینه که سیستم و سازمان ارتش شاهنشاهی ایران تا چه اندازه فاسد و خراب بود که اشخاص خائن و خیانتکاری چون من و دکتر مدنی و دیگرانی را که در طول 37 سال سلطنت محمد رضا شاه پهلوی به ایشون خیانت کردند به ارتش راه دادند و این نشون میده که هیچ نوع کنترل و بررسی و تحقیقی در ارتش شاهنشاهی ایران نبود و هر کس و ناکس که معلوم نیست از کجا آمده بود وارد این ارتش کردند که این اشخاص بالاخره توانستند از جمله من و دکتر مدنی تیشه را به ریشه ارتش شاهنشاهی بزنیم و این ارتش قدرتمند که پنجمین ارتش جهان بود مثل برف در روی زمین آب شد و عده‌ای 23 نفره به نام فرماندهان ارتش تسلیم نامه خودشونو در روز 22
بهمن 1357 امضا کردند. بنابراین من از این بانوی گرامی تشکر میکنم که این موضوع رو مطرح کردند و به من اجازه دادند دلایل خودم رو برای تو خالی بودن این ارتش شاهنشاهی بیان کنم. ضمناً من از روزی که درجه موقت دریاداری به من دادن به هیچ وجه راضی نبودم. درست مثل خم رنگرزی 9 نفر افسر ناخدا دوم رو وارد اون سطل رنگ کردن، ما رو کشیدن بیرون. در یک روز، یک زمان و یک لحظه 9 دریادار اومدن بیرون، ولی فکر نکردن با راندن ما به داخل این سطل رنگ محتوای من و دیگران عوض نمیشه، ممکنه روی شانم یک تاج و ستاره بیاد. ولی من همون فردی بودم که و باقی میموندم که قبل از فرو کردنم در رنگ بگن. و بنابراین یکی از صدماتی که به ارتش و نیرو دریایی وارد شد همین بود که یه عده جوان، من در اون زمان فقط 38 سال داشتم و حتی نمیدونستم که وظایف یک امیر یا یک دریادار چیه. بدون اینکه کسی منو بریف کنه، اطلاع بده، منو مسئول پایگاه دریایی بندر پهلوی و مراکز آموزشی نیرو دریایی کردن و حتی یک نفر با من صحبت نکرد که تو وظایفت در اونجا چیه. در نتیجه چطور انتظار دارن منی که نمیدانم وظایفم چیه به وظایف خودم ادامه بدم؟ یه مطلب دیگه که از همه مهمتره، همه ماها مخصوصا ارتشی ها فکر میکنن چون در ارتش استخدام شدن و یک کاری رو به صورت انجام وظیفه انجام میدن، بنابراین اینها خدمت به ایران و میهن میکنن. این معنی خدمت نیست. ما در مقابل قراردادی که با ارتش بسته بودیم، در مقابل امتیازاتی که به ما داده می شد، وظیفه داشتیم کاری رو انجام بدیم. درست مثل این که ما یک عمله رو استخدام می کنیم، باغ ما رو چمنشو بزنه، میاد کارشو می کنه، آخر روزم حق و زحمتشو می گیره. این خدمت به میهن نمیکنه، این وظیفه است. خدمت در ارتش تنها گروهی که انجام میدن افراد وظیفه هستند که یه عده جوان 18 19 20 ساله رو ما از کنار پدر و مادرش دور میکنیم، میاریم به عنوان بیگاری بدون دستمزد. در روزی که من وارد ارتش شدم حقوق یک سرباز وظیفه در ماه 7.5 ریال بود و این بچه کوچک که نیاز به محبت داره، ما 2 سال او رو برای انجام همه کارهای سنگین ارتش استفاده می کردیم، توهین بهش می کردیم، بلا به سرش می آوردیم و به صورت گماشته و خدمتکار اینها رو به منازل افسرانی می بردیم که کهنه بچه شونو بشورن، آشپزخونه رو آماده کنن، غذا بپزن و بعد بدتر از همه ظهر که وقت خوردن غذا بود به این مرد میگفتیم برو سربازخانه غذاتو بخور. یعنی اون غذایی رو که تمام روز برای من و خانوادم پخته بود. بزرگترین خیانتی که ما به ملت ایران کردیم و وظیفه داشتیم این بود که سرباز وظیفه بی سواد رو که بیشترشون هم از دهات می اومدن اینها رو با سواد کنیم.
دو سال ما فرصت داشتیم، وظیفمون بود که این فرد دهاتی بی سوادی که هیچی از دنیا ندیده با دنیا آشناش کنیم، با سوادش کنیم. در طول 57 سال سلطنت پدر و پسر، در اوائل سالی 100,000 نفر، در سالهای بعد سالی 200,000 سرباز وظیفه ما می آوردیم. معدل اینها رو اگر بگیرید 10 میلیون میشه. یعنی ما در طول 57 سال می توانستیم بالغ بر 12 میلیون جوان بی سوادی که در سن و سال کاری بود با سواد کنیم. اگر ما وظیفمون رو انجام داده بودیم دیگر نیاز به ایجاد سپاه دانش نداشتیم و نبود، و همه افراد ملت ایران دارای سواد می شدند. ضمن اینکه ما وظیفه داشتیم به هر یک از این دهاتی ها یه حرفه یاد بدیم که پس از اینکه از ارتش دوران 2 سالش رو طی کرد و رفت، بر مبنای اون حرفه بتونه گلیم خودشو از آب بیرون بیاره. این بزرگترین خیانتی بود که ارتش شاهنشاهی به ملت ایران کرد و متاسفم که اینو قبول کنم. بنابراین من افتخاری نمی کنم که امیر چنان ارتشی بوده باشم. و هنگامی که به علت مشاغل مختلفی که داشتم که بعد از مراکز آموزشی من شدم فرمانده پایگاه دریایی بندرعباس، یعنی بزرگترین پایگاه نیروی دریایی که مجموع آدم هایی که در اونجا داشتیم با خانوادشون همراه با ژاندارمری و نیروی هوایی که اونها هم از لحاظ فرماندهی تابع من می شدن بالغ بر 45,000 نفر بود. ولی باز هم کسی منو توجیه نکرد که تو در اینجا چه وظایفی داری، رفتارت با استاندار چیه، رفتارت با شیخ نشین ها چیه. چون بندرعباس یکی از محلهایی بود که شیخ نشین ها در تابستان می اومدن که هوای بهتری داشته باشند و از اونجا به شیراز و سایر مناطق برن. به من نگفته بودن. 7 جزیره در خلیج فارس تابع من بود: فارسی، قش، لنگه، تنب کوچک، تنب بزرگ، ابو موسا، هرمز، هنگام. ولی کسی به من هیچ وقت نگفت تو در این جزایر چه وظایفی داری. همیشه صحبت میکردیم میگفتن هر جور فکر میکنی صلاحه. خب اگر به من اجازه میدن هر جور فکر کنم، ما اولین کاری که بکنم اینه که چجوری جیب خودم رو پر کنم. من چیکار دارم؟ میگن با تصمیمی که خودت میگیری عمل کن. کسی به من نگفت که به این جزایر برس و چجوری برس. و مشکلاتی که به علت ناآگاهی امثال من به ملت ایران وارد شد بیشمار و قابل برطرف کردن نیست. من ممنونم. شما یه مقداری دارید شکست نفسی میکنید و اینجور که صحبت میکنید، اگر میدونید ما داریم میگن عاقلان دانند، این سرکاستیک یا به طعنه یک چیزی رو گفتن میخواد که طرف رو به فکر وادار کنه که این بود که به اینجا رسید. البته ای کاش داشتیم افرادی مثل ایشون که این خرابکاری ها رو کرده بودن و گفته بودن، به اطلاع فرماندهشون رسونده بودن و پیشگیری شده بود از این ماجراها، ولی نشد. چون بعدن دیدن که فرماندهانم
نمیدونستن چه باید کنن و به فکر پر کردن جیب خودشون بودن. بعدا دیدن اون فرماندهی که به بالاترین، اون ماجرایی که فکر کنم به امیر کبیر گفتن که توی دستگاه شما کسی دزدی نمی کنه، گفته خب من دزد نیستم، نمیذارم معاونم هم دزدی کنه. در نتیجه معاونم هم نمیذاره مثلا این داروغه ها و اینها دزدی کنن، داروغه هم نمیذارن دیگران دزدی کنن. اینه که مثلا شهر امن و امان، حالا یا امیر کبیر بوده یا هر کسی دیگه ای، وقتی که داریم میگه ماهی از سر گنده گردد نیز دم، وقتی که اون بالا خراب باشه یا باید همه خراب باشن، اگه کسی خراب نباشه به قول اینها میگن بره سیاه میشه بلک شیپ توی اونها. شما یک کلمه رو استفاده کردید به نام بریف، این رو وقتی که اینجا یه نفر رو میخوان استخدام کنن یک کار ساده بهش بدن، با وجودی که توی اون به اصطلاح سابقه کارش مینویسه که من در یه فروشگاه دیگه مثلا این کار رو انجام میدادم، میارن 2 هفته اورینتیشن میذارن براش کاملا، یعنی 80 ساعت یک جوانی رو وقتی میخوان استخدام کنن که پشت صندوق باشه، به عنوان صندوقدار با شما کار کنه که خیلی کار ساده ای هست این روزا، یا فروشنده، این رو 2 هفته همون بریفینگ یا اورینتیشن بهش میگن، اون جاب دیودی یا شرح وظایف ما داشتیم. اتفاقا اینی که شما میگید، من دبیر هنرستان بودم وقتی که رفتیم توی اون مثلا دفتر مدرسه اولین بار به صورت حالا دبیر، من پرسیدم خب شرح وظایف ما چیه کجاست، گفتن شما خودت دیگه متوجه میشی وقتی که رفتی سر کلاس و اینها، خودت متوجه میشی. یعنی یه مملکت خداییش بی در و دروازه ای بود. دوستانی که فکر میکنید در و دروازه ها رو بردن و کندن، نه عزیزم نبود، الانم اگه 2 تا در و دروازه هم بود اون هم بردن. آقای آریانپور، شما قرارمون این بود که یه مقداری خودتون رو معرفی کنید، یه مقدار عکس و مدارک اینجا هست، هر وقت که گفتید من اونها رو نشون میدم. بعد در رابطه با این خدمت و انجام وظیفه خیلی قشنگ توضیح دادید، چون من میخواستم بپرسم که فرق خدمت چیه، فرق انجام وظیفه چیه. الان ما حتی در آمریکا و اینها میبینیم که افرادی میرن توی افغانستان این ور اون ور کشته میشن، بعد اینها رو جایزه میدن، مدال میدن. من بارها گفتم که خب این برای حقوق رفته اونجا، بعضی هاشون حتی دوره خدمتش تموم میشه دوباره میره اونجا، ازشم میپرسن چرا، میگه که خب پولش خوب بوده و مأموریت میگیرم. بعد گویا وقتی هم خارج از آمریکا هستن مالیات نمیدن، مثل که بیشتر از 90 روز که باشن مالیات نمیدن. متاسفانه یه غلط مصطلح شده که این خدمت، و شما چقدر قشنگ توضیح دادید که خدمت رو اون وظیفه انجام میداد که به قول شما رو گفتید بی سوادا، بعدم که دیپلم و فوق دیپلم و لیسانس و اینها آمدن، دیپلم رو می آورد سرباز صفر، ما این 13010 شای اون موقع نمیدونم یا هم چیزی، یه چیز اصلا ناقابلی که اصلا زشت بود که به یه نفر شما این توهین بکنی که سر ما نگهش داری تو صف این پول رو بهش بدی. یا اونی که حالا تازه گروبان میشد اینها، ما 1000 تومن 750 تومن یه چیزی بهش میدادن، این باید توی شهر غریب میرفت یه اتاق اجاره میکرد، خودش آشپزی میکرد، صبح بلندش بره ارتش، بعد بیاد لباسشو بشوره، بعد حمام کنه. اصلا یه چیزی درست کرده بودن اینجا، این ماشینای تصادفی رو میگن 7 بیجار که درش رو از یه به اصطلاح اسقاطی میخرن، کاپوت شد وقتی از دور میان شما میری کنار میگی این نزنه به من، این ماشینه داغونه. داغون بود دوستان، 57 سال داغون بود، همه به فکر این بود که پولشون جیبشون رو پر کنن. و جالب اینجاست هیچ دلبستگی به اون مملکت نبود. شما نگاه کنید تمام این دوستان عشق و امیدشون این بود که بیان خارج، خارج بچه هاشون دنیا بیان، خارج زمین داشته باشن و به دنبال روی از شاه و خانوادش اونها هم تو جنوب فرانسه ملک و املاک داشته باشن. و میبینید که خیلی از اینها حتی قبل از انقلاب هم به شهرهای مختلف ایران نمیرفتن. من صحبت رو کوتاه میکنم، یه مقداری از خودتون برای اونایی که احیانا تا امروز شما نمیدونید. ویدیویی که هست مربوط، بله همون دومی بله. شما ماشاءالله چشماتونم بدون عینک و اینا، اجازه بدید من به دوستان هم نشون بدم این رو، از روی این صفحه صحبت میکنیم. بله اینجا ببینید، سرکار بانو مینو ثقفی
حرفهای در مورد اجداد من زدن. بله، اونها یاقی بودن، زیر نفوذ دولت نمی رفتن و تا اونجایی که می تونستن با دولت در افتادن و بالاخره دستگیر شدن، هر دوشون اعدام شدن و در کشور ما رسم بود هر کسی رو برکنار می کردن 1001 تهمت درست یا غلط با اون می زدن. بحثی نیست که اجداد من مثل بقیه خانهای آن روز کشور ما آدم های زورگو بودن و اگر می تونستن از خودشون قصاوت نشون می دادن، کارهای خلاف می کردن. بحثی نیست، کشور ما به نام کشور هزار فامیل معروف بود و هر خانی در هر گوشه کشور ما برای خودش یک شاه کوچک بود، عدالت خودش در نظر می گرفت، محاکمه خودش می کرد، تنبیه خودش می کرد، اعدام خودش می کرد و زیر بار حکومت مرکزی نمی رفت. این همون ملوک و طوایفه؟ اینن شاه شاهان می شد، یعنی خان بزرگ. در واقع شاه شاهان دلخوشیش این بود که هر یک از این خانهای کوچک یه باج و خراجی در سال برای ایشون که دولت مرکزی در اختیارش بوده ارسال بکنه و در مقابل پولهایی که اینها تقدیم شاه شاهان می کردن به اینها القاب می داد. اگر به تاریخ گذشته ایشان که خانم ثقفی بارها بهش اشاره کردن نگاه بکنید، ما هزاران سلطنه و دوله و فلان و غیره داشتیم. اینها لقب هایی بود که در مقابل پرداخت پول به پادشاه مملکت دریافت شده بود. تک و توکی هم مردم بهشون یک لقب هایی داده بودن. اجداد من هم از همونها بودن. اینها یه عده‌ای بودن که مرکز ایران رو به خاطر داشتن قدرت تحت کنترل خودشون درآوردن. حتی سکه به نام خودشون ضرب کردن. ولی خب کسایی که دوست نداشتن اینها در مرکز صاحب قدرت بشن شروع به ارسال تلگراف و نامه و شکایت و غیره می کردن که اونها باقی میموند. مردم عادی که پشتیبان اینها بودند، نه سواد داشتن که تلگراف بفرستن، نه پولی داشتن که بپردازن برای ارسال تلگراف و چون کنترل کتابخانه های ما دست انگلیس ها بود، بنابراین آن تلگرافی که به نفعشون نبود ارسال نمی کردن. اگر به این کتاب نگاه کنید به نام نایبیان کاشان. اجازه بدید من تصویر رو عوض کنم. تمام اسنادی که علیه یا لعه اینها در طول تاریخ نوشته شده در اینجا ملاحظه می کنید. الان من یکی از اینها رو آوردم که خدمتتون اجازه بدید من اینو بخونم برای اونایی که ممکنه نتونن این نوشته رو از صفحه کتاب بخونن. بله، این زیر نوشتهش هست. من بله میخونم دوستان، برای شما هم آوردمش. بازدید مسئول معارف کاشان، آیت الله شریعت مدار و دیگر مقامات از مدرسه شبان روزی سرداریه در سال 1337 قمری برابر با 1298 شمسی، تاریخ 23 این جوزا 1337 قمری، چندی قبل با جمعی از معارف شهر به مدرسه مبارکه سرداریه برای امتحان حضور به هم رسانیده. مدرسه مزبور از لحاظ وسعت، موقعیت محل از بهترین مدارس کاشان است و دارای 6 کلاس می باشد و دستورشان همان پروگرام
وزارت جلیله معارف است. مدیر و معلمین از اشخاص عالم و لایق کاشان می باشند. امروز دارای 120 نفر شاگرد است و عده از آنها شاگرد شبانه روزی می باشند. خیلی جالبه، اون موقع این مدرسه شبانه روزی بوده. و الحق و الانصاف مؤسس مدرسه قابل همه نوع تمجید و تحسین می باشد و از کیسه فتوت خود ماهی 150 تومان مخارج و مصارف مدرسه می نمایند و امثال و اقران ایشان را در این شهر برای ترویج و تشویق معارف آرزومندیم، خصوصا اینکه 15 شهر با جمعی از آقایان محترم و اعضای ادارات معارف به مدرسه مزبور برای تفتیش و تحقیقات کامله حاضر شدیم. الحق و الانصاف تمام ترتیبات و تنظیمات آن صحیح و هیچ نقصانی در آن تصور نمی شود. نظر آیت الله شریعت مدار و مسئول معارف در باره مدرسه شبانه روزی سرداری. لطف کنید مقداری درباره این سرداریه بگید، کی بوده، بعد راجع به این مدرسه صحبت. پدر بزرگ من ماشاءالله خان کاشی، مردم کاشان به ایشون لقب سردار میدن، به پدر ایشون نایب حسین لقب سالار میدن، به سایر برادرانشون هم به همین نسبت یک لقب هایی میدن. ایشون تنها کسی بود که در آن زمان ایران، در صورت که ما 1000 خان داشتیم، یه دونه از این خانها در حوزه تحت نظر خودشون حتی یک مکتب خانه باز نکرد. چطور این دزد سر گردنه، یعنی پدر بزرگ و جد من، به این فکر افتادن که بیان در کاشان مدرسه شبان روزی باز کنند و افراد که وسع مالی نداشتن اینها رو همه هزینه شونو تامین کنند. این مدرکیه که در کتاب ها هست و نشون میده که ایشون اولین فردیه که مدرسه شبانه روزی در کاشان به وجود آورد. حدود 96 سال قبل، چون 1298 بوده، بله. 94. ای کاش از این دزدا زیادتر داشتیم. نه به هر حال یا قیابل، البته من که عرض کردم اینها مثل بقیه خانها برابر شیوه آن روز زورگویی میکردن، بحثی نیست. از پولدارها و خانهایی که میتونستن میگرفتن، حتی به زور، تهدید، شکنجه، ولی با مردم فرودست تقسیم میکرد. یه جورای رابین هود اون زمان بوده. علت داره اینها 48 سال در مرکز ایران به قولی شرارت کردن، به قول من یاقیگری کردن و زیر بار زور دولت نرفتن. چطور ممکنه یک گروهی بتونن 48 سال باقی بمانن؟ در تاریخ ما چنین زمانی وجود نداره. اگر سرکار خانوم ثقفی اطلاعی دارند اعلام بکنند چه کسی دیگری در ایران توانسته برای این مدت باقی بماند. بذارید من اینو بگم. ببینید همینجا اون ضد و نقیزگویی دوستان میزنه بیرون که تشکر میکنن از رضا شاه که آمد این ملوک و طوایفی رو از بین برد، یاغیا رو اسیر کرد، یاغیا رو کشت، جاده ها رو امن کرد. خب ایشون میگه تاریخ رو شما بخونید، 37 سال جمهوری اسلامی، قبلش 57 سال، 37 سال و 50 سال، 87 با 7 94 سال. چجوری توی اون دوران اینها هم بودن؟ اگه اینها بودن و یاغی بودن و دزد بودن، پس اون حرف شما درست نیست که رضا شاه آمد مملکت رو امن کرد و دروغی بیش نیست. اگه اینها یاغی نبودن، این حرف شما درست نیست که اینها یاغی بودن و دزد بودن و خوردن و بردن. یه کمی به قول دوستان مطالعه کنید، بعد بگید که توی حساب کتاب شما دو دوتا چند تا میشه
ما بر اساس گفته شما با شما ریاضی بازی میکنیم. ممنونم. ضمناً خانم مینو ثقفی قرار بود که درباره آقای حسین کمپانی که چرندیاتی رو درباره همه با نام مخفی ه که که من ببخشید اینو میگم، گفتم این باید اسمش عوض کنه بذاره که اسپانیا میدونن من چی میگم. در هر صورت ایشون هم خانم ثقفی بدقولی کردن و برای ما ننوشتن که این چه کسی هست که خجالت میکشه حتی اسم خودش رو بگه و پشت یک اسم قلابی قایم شده. آیا شما عکسی از ایشون دیدید؟ از کی میترسه؟ از چی میترسه؟ خب این مدارک بعدی رو میخواید اجازه بدیم به مدارک بعدی برای دوستان عزیز. این یکی دیگه از همون عکس ها و سند هایی هست که آقای آریان پور لطف کردن آوردن و اینجا میبینید. بله این عکس بالایی. بله میخواین پایینشو بخونم؟ نه نمیخواد دیگه. الان خود این دوتا رو صفحه هست روی ببینید صفحه دوستان هست. این قسمتی که اینجا هست ما این نوشترم ایشون زحمت کشیده برای اونهایی که احتمالا این خطای اون موقع نستعلیق و خطای شکسته و اینها رو ممکن نتونن بخونن، این رو توضیح دادن. میخوان من بخونم اگر... یا شما بخونم؟ نه لازم نیست. اگر کسی علاقمنده، من با کمال میل این اینها رو براشون ایمیل میکنم. بسیار ممنون که وقت شما رو نگیریم. اگر ممکنه بریم به تصویر بعدی. این اون نامه ببخشید این بالایی یا این نامه که آقای وثوق الدوله که در اون زمان وزیر داخله بودند به پدر بزرگ من یعنی ماشالله خان نوشته و از ایشون خواهش کرده که یک کسی راهزنی که در مرکز ایران مشغول خرابکاری و کشت داره، ما از شما میخواهیم که برید اینو دستگیرش کنید و تحویل دولت بدید. در مقابل اعلی حضرت احمد رضا احمد شاه قاجار اجازه دادند که پس از این کاری که شما انجام میدید لقب محتشم السلطنه را به شما اهدا کنید. اینم اگر مدرکیه که در این کتاب وجود داره. من همینو میخوام سوال کنم، پایین شما نوشتید که شماره میکروفیلم، این میکروفیلم کجاست؟ این توی مرکز اسناد ایرانه. بله یعنی من از خودم در نیاوردم، اونجا کپی کردم. میل داشته باشید خدمت تو میفرستم. بسیار ممنون. اگر ایشون دزد سر گردن است چطور وزیر داخله کشور همچین نامه پرمحبتی رو برایشون می‌نویسه و خواهش می‌کنه این کار رو برای ما انجام بده، ما لقب محتشم السلطنه رو به شما اهدا می‌کنیم. تصویر بعدی. اگر مملکت اینجوری بوده که می‌رفتن به یک یاغی یا به یک قاتل به یک دزد می‌گفتن شما بیا به ما کمک کن که مملکت رو آروم کنیم، خب دیگه خود شما دیگه وای با حال اون مملکت. بله اتفاق بذارید من یه چیزی رو بگم. یک دوستی داریم ایشون چند مدت پیش نوشته بود که اینایی که میگن شعبان جعفری ملقب به شعبون بیمخ آمده و نمیدونم کودتا و با اون زنای خودفروش تن فروش به اصطلاح چیز کرده، اصلا همچین چیزی نیست. شعبان جعفری در زندان بوده و تیمسار زاهدی و نمیدونم یکی دیگه رفته از زندان آزادش کرده که بیان شهر رو آروم کنن. من گفتم شما طرفداران پادشاهی خجالت نمیکشید که بگید بعد از پادشاهی رضا شاه، بعد از سلطنت محمد رضا پهلوی ما میرفتیم زندان، از آدم چاقوکش جاهل نادان بی سواد دعوت میکردیم میاد بیاد تو خیابون. اون که بهتره که بگیم آمریکا بکنه. من نمیفهمم واقعا، یعنی وقتی میخوام خودم رو بذارم جای این دوستان ببینم من چقدر باید عقلم کوچیک باشه، چقدر باید کم خونده باشم تا یه همچین حرفی بزنم، اصلا نمیتونم به خودم اجازه بدم. در اصل ممنونم از شما دوستان. همینجوری که آقای آریاپور گفتن این مدارک رو خیلی قشنگ به ترتیب به غیر از این که در کتابشون هست
برای این برنامه اگه خواستید هم با ایشون مستقیما میتونید تماس بگیرید، خیلی ردیف مرتب همیشه ایمیل ها رو پاسخ میدن، و اگر هم نخواستید مزاحم ایشون بشید با من اگه تماس بگیرید من با عزتون اینها رو برای دوستان خواهش میکنم. تصویر بعدی رو اگر ممکنه. خب دوستان عزیز بریم به تصویر بعدی. این تصویر خیلی جالبه. این تصویر پادشاه ایران مظفرالدین شاه رو نشون میده، در طرف چپ ایشون ملک المورخین پدر بزرگ مادری من هستند که اون جلو ایستاده. به لباسش و نحوه ایستادنش توجه کنید. این آخرین نفر. بله دست سمت چپ ایشون. بله. راست تصویر میشه. ایشون با اینکه جوانتر از مظفرالدین شاه بود ولی مشاور و معاون معلم ایشون بود در امور. ایشون به علت فسادی که در دربار قاجار میدید به تدریج از اونها برید و خودشو خانه نشین کرد. خواستم عرض کنم من از طرف اسم ایشون عبدالحسین، عبدالحسین ملک المورخین، و جد ایشون کسی بود که لسان الملک سپر تاریخ ایرانو در زمان فتح شاه. این همینه که سهراب سپهری هم با اینا سهراب سپهری پسر خاله منه. بله. و اونم یکی دیگر از سپهری هاست. حالا به تصویر بعدی. بله. این هم پدر بزرگ پدری منه، نفر وسط. ببینید روی کلاش علامت سرداری هست که دولت بهش داده. سرداری رو لقب و ملت کاشان دادن ولی دولت اینو شناخته. انگار به رسمیت شناخته. ایشون کسیه که اطرافیانش رو ملاحظه کنید آیا این شبیه دزد سرگردنه یا قیه. نفر دست راست که نشسته ایشون ابراهیم فلاحه، فلاح دکتر رضا فلاح، مشاور اول شاهنشاه ایران در امور نفتی بود، یکی از رهبران حزب دموکرات کاشان. بله ایشون رهبر حزب دموکرات کاشان بود. خب دزد سرگردنه با رهبر حزب دموکرات چه دار؟ نفرت اینوری یکی از پولدارترین اشخاص تاجرهای کاشان بوده. یکی از افرادی که در پشت پدر بزرگ منه با وجود اینکه شاهزاده بوده یکی از گاردهای مخصوص ایشان بوده. بنابراین این هم یک نوع معرفیه برای دزد سرگردنه. تشریف ببرید به بعدی. اینجا من عکسی از اعلیحضرت محمد رضا شاه پهلوی به اتفاق دو تا از فرزندان خودشون رضا پهلوی، شاهزاده رضا پهلوی و شاهزاده علی رضا در یکی از حرم‌های متبرکه نشون میدن. چرا من این عکس رو گذاشتم؟ این عکس در سال 1352. لباس سفید این دو شاهزاده رو نگاه کنید. حالا میریم به عکس بعدی و اینجا نگاه. این عکس صد و چند سال قبل گرفته شده. نفر بزرگتر در این پدر منه، امیر مهدی این طرف. بله بله من. و نفر کوچکتر ایشون امیر عباس که دکتر عباس آریانپور استاد دانشگاه و بهترین دیکسیونر انگلیسی به فارسی و فارسی به انگلیسی رو و مؤسس دانشکده ترجمه در تهران بود. در اون زمان این هر دو پسران ماشالله خان یعنی پدر بزرگ من در مدرسه آلیانس در تهران تحصیل می کردن و لالشون که بازی آخونده
همونطور که در عکس اعلی حضرت هم میبینید ایشون در میان آخوندان این هم بودن، ملاحظه کنید. بنابراین به لباس سفید پدر من در 104 سال پیش نگاه کنید و به لباس شاهزاده های ما بعد از 50 و چند سال نگاه کنید. پس اونها هم برای خودشون در اون زمان شخصیتی بودن که عکس نمیتونه دروغ بگه. بنابراین بهتر خودتون ملاحظه کنید و بعد در مورد من و خانواده‌ام قضاوت بفرمایید. ممنونم. میگن عکس، یک عکس گویاتر از هزار جمله و هزار کلمه است. بله ممنون. عکس بعدی رو اینجا میخواین نشون بدیم یا همین بود؟ فکر کنم دیگه نیست. بله اجازه بدید پس من براتون بگم. دوستان این عکس در حدود 100 سال قبل گرفته شده و هنگامی است که دو نوجوان، امیر مهدی و امیر عباس، فرزندان یار ماشاءالله، در مدرسه الایانس در تهران به تحصیل مشغول بودن. این هم برای دوستانی که خیلی افتخار میکنن که به اصطلاح مدرسه رفتند و اینها 100 سال پیش این کار کردند. 100 سال پیش، 96 سال پیش مدرسه شبان روزی درست کردند. ممنونم از شما. فرق خدمت و انجام وظیفه رو گفتید. بازم تشکر میکنم از خانم مینو ثقفی، اگر لطف کنن ایشون هم بیان مهمان برنامه ما باشن تا با دوستان صحبت کنیم. شما یه لیست خوبی رو تهیه کردید در رابطه با فهرست رؤسای بزرگ ارتشداران. من فکر کردم رئیس بزرگ ارتشداران فقط شاه بود، درست میگم؟ این رو اعلی حضرت فرمانده کل قوا بودند و برای اداره امور مجبور بودند، البته با نظر و سفارش امریکایی ها، ستاد بزرگی تشکیل بدن که در رأسش یک مقام بالای ارتشی قرار بگیره. در زیر دست این رئیس ستاد بزرگ ارتشداران 3 ستاد دیگر بود: ستاد نیروی زمینی، ستاد نیروی هوایی و ستاد نیروی دریایی، و مجموع اینها یعنی 4 نفر اینها می شدند فرماندهان ارتش. من اینجا می خوام یه ذره منحرف بشم. وقتی در روز 22 بهمن 23 نفر از عمرای ارتش به نام فرماندهان ارتش دور هم جمع می شن و اون نامه تسلیم خودشون رو امضا می کنن، می خوام بگم که ارتش شاهنشاهی فقط 4 تا فرمانده داشته. اون 23 نفر از کجا اومدن؟ یعنی 19 نفر اونها کسانی بودند که ربطی به شورای فرماندهان نداشتند. آقای طوفانیان که مسئول خریدها بود چه ربطی داره؟ آقای طباطبایی که ذی حساب امور مالی بود اونجا چه صیغه‌ای بود؟ و همینطور دیگران. بنابراین اون 4 نفر اصلی کسانی بودند که، ولی اینها برای اینکه جرم خودشون رو کمتر بکنن، شریک جرم بودن، هر کسی در تهران اون موقع تونستن دسترسی بش کنن، سیاهی لشکر جمع کردن و اون تسلیم نامه رو، یعنی شکست رژیم شاهنشاهی و ارتش پنجم مقتدر جهان، با یک آب خوردن تسلیم یه عده آخونده. این همون نامه ای هست که به عنوان به اصطلاح بی‌طرفی نسبت به چی؟ بله. مگه میشه بی‌طرف دولت قانونی شاپور بختیار مورد تایید شاهنشاه بود؟ مجلس شورای ملی و سنا هر دو اونو تایید کرده بودن. آیا و شماها حقوق گرفتین، وظیفتون اینه که این دولت رو حمایت کنید، نه؟ این دولت، من وصیت‌نامه شاهو که در سال 1351 این رو هم دارم اینجا نوشته، و من اگر فرصتی بشه
براتون میخونم که ببینید ایشون چی فرمودند و عمرای ببخشید اجازه بدید من همینجا از شما خواهش میکنم دیگه این دفعه غیبتتون غیبت صغرا باشه و اگر امکان داشته باشه هفته آینده بیاین این کار انجام بدیم، چون ما الان 2:45 از حدود 13-14 دقیقه وقت داریم، ولی این اسامی که شما اینجا نوشتید و اون آخرش خیلی برای من جالبه، این رو شما بگید که حتما بله. ببینید ما در این رو ما داریم، میتونم اینجا نشون بدم به ارتش دوستان. اجازه بدید فهرست فرماندهان ارتش ایران، باز هم به دستور امریکایی ها تعدادی رو بالاترین درجه دادیم به نام ارتش بود. در زمان رضا شاه تنها سپه بودی که ما داشتیم سپه بود امیر احمدی بود که از دوستان همکاران و رفقای سردار سپه از دوران قزاقی بود، بهشم اعتماد داشت، ولی پس از اینکه رضا شاه پادشاه شد ترس داشت که یکی از این همکاران بیاد و به طریقی ایشون رو زیرش رو جارو کنه یا از بین ببره. و از بین ببره. بنابراین اولین سپه بوده تاریخ ایران یعنی امیر احمدی رو اعلیحضرت رضا شاه به عنوان رئیس دواب یعنی مسئول اسبهای ارتش ایران تعیین کرده بودند که هیچ قدرت نظامی و سلاحی نداشته باشه. آها. و ایشون تا روز آخر تا شهریور 20 در اونجا بود. شهریور 20 پس از حمله متفقین روس و انگلیس و درماندگی رضا شاه میره سراغ امیر احمدی و ایشونو میکنه فرماندار نظامی تهران. این هم ماجرای ارتش خالی کردنه. بله به هر حال اونم خودش البته جزء یاد داشتم گذاشتم انشالله در حتما دفعه در زمان رضا شاه هم ارتش ما ارتش شاهنشاهی بوده یا ارتش ملی بوده؟ ارتش شاهنشاهی بوده. پس از همون اول پایه و اساس خراب بوده. این حالا لیست رو بخونید ولی میخوام راجع به این که اینها مورد بله. بله کسانی که در ارتش ما اعلیحضرت محمد رضا شاه پهلوی درجه ارتش بودی بهشون دادند عبدالله هدایت بود، ارتش بود عبدالحسین حجازی، ارتش بود بهرام آریانا، ارتش بود رضا عظیمی، ارتش بود عزت الله زرقامی، ارتش بود غلام علی اویسی، ارتش بود فریدون جم، ارتش بود فتح الله مینباشیان، ارتش بود نعمت الله نصیری، غلام رضا اصحاری، جعفر شفقت، حسین فردوس، عباس قرباقی، محمد خاتمی و فرج الله رسایی. از این لیست بزرگ تنها ارتش بودی که مورد غضب واقع نشد و با یک اردنگ بیرونش نکردند دریا بود فرج الله رسایی بود که پس از برکناری از فرماندهی نیروی دریایی به سناتوری انتصابی به کار گمارده شد. بقیه اونها به طریقی مورد غضب اعلیحضرت قرار گرفتند. حتی از هاری واو. برای اینکه اگر خاطرتون باشه اصحاری در بحرانی ترین موقعیت ایران به عنوان رئیس ستاد ارتش خودشو به بیماری قلبی زد و گفت من باید برای ادامه معالجه به خارج کشور برم و اعلیحضرت چون میدونست این مرد جنگی نیست، این کسی نیست که بتونه مشکل ارتش رو حل کنه، موافقت کردن ایشون رفتن به امریکا اومدن همینجا تو این منطقه خود و در اینجا بالغ بر 15 سال سر و مر و گنده سلامت ایشون زندگی کردن و وقتی هم که فوت کردن به علت قلب نبود
بلکه به علت پیری بود، یعنی بالغ بر 87 سال عمر ایشان بود. حالا اینها دست کسانی بودند که خود اعلی حضرت انتخابشون کرده بود به عنوان اینا رو من اجازه دارم برای دوستانی که مایلن بفرستم، اگه با شما هم تماس بگیرن شما خیر با کمال میل. بله ببینید، از این ارتش بودا 4 تاشون رئیس ستاد بزرگ شدن: عبدالله هدایت، عبدالحسین حجازی، بهرام آریانا، فریدون جم، غلام رضا اصحاری، عباس قرباقی. عبدالله هدایت و اعلیحضرت ازش ناراحت شدند به جرم اینکه 60,000 تومان در یک معامله خرید باتری ایشون رشوه گرفته تحویل زندانش داده. عبدالحسین حجازی مورد غضب واقع شد، خانه نشین شد و بهش گفتن که بهتر خودکشی کنی. ایشون هم خودکشی کرد. توجه کنید. عذر میخوام از شما، اجازه بدید من یه قسمتی رو بگم. خب حتما الان بعضی ها میگن که خب چه سیستم خوبی داشتیم، اگه طرف کمیسیون میگرفته یا زیر میزی قبول میکرده خب سزاش بوده. ولی بعد همون موقع میبینیم که تیمسار طوفانیان و خود شاه از خرید وسایل ارتشی ایران به قول آمریکایی‌ها کیکبک میگرفتن. حتی آقای احمد علی مسعود انصاری میگه یک دفعه در حضور شاه این صحبت پیش آمد که آقا شما شاه هستی، حقوق داری میگیری از مردم که براشون کار کنی، دیگه کامیشن گرفتن چیه؟ شما باید به نفع مردم تخفیف بگیری، نه اینکه قیمت رو بالا نگه داری بعد کیکبک بگیری. حالا این دوستانی که فکر میکنن خب اگر به این گفتیم خودکشی کن، حقش بوده، اگه اونو برای 60,000 تومان گرفتیم حقش بوده. بیاین به این نکته برسید: گر حکم شود که مست گیرند، در شهر هر آن که هست گیرند. از شاه کمیسیون میگرفته و باج میگرفته، خب اینها هم تیمساراش بودن. بفرمایید. ارتش بود بهرام آریانا برای اختلاف ایران و عراق عرایزی به عرض شاه میرسونه و ایشون ناراحت میشن، یک هو تصمیم میگیرن که تو نمیفهمی برو کنار و ایشونو روانه خارج میکنن. در اون مورد اگر خواستی توضیحات بیشتر میدن. حتما. این منو یاد اون قسمتی انداخت که توی همین نوشته ها هست که شاه از سهیلی یه دفعه میخواد که راهنماییش کنه و اون بیشتر حتی دهانش رو میبنده و چیز اونم هست. اینقدر جالب این نوشته ها دوستان، حتما بگیرید. نفر بعدی ارتش بود فریدون جم، یکی از بهترین نظامیانی که در ایران ما داشتیم. ایشون هم بود که تو اصفهان بود بعد اعدامش کردن؟ نه خیر. فریدون جم پدرش جم بود، از نزدیکان رضا شاه بود و اون ناجی بود که من بله ناجی بود. فریدون جم از بچگی همبازی اعلیحضرت بود و علاقمند بود به ایشون و ضمناً همسر اول ایشون شاه دخت شمس پهلوی بودن. بله. ولی بعد از اینکه رضا شاه از کشور خارج شد، شمس پهلوی و اشرف پهلوی هر دو از همسرای خودشون طلاق گرفتن. به هر حال جم و اعلیحضرت به خاطر اینکه یک حرف قشنگ زده بود، یه جایی صحبت کرده بود، گفته بود من اعلیحضرت رو مثل برادرم دوست دارم. اعلیحضرت بهشون برخورده بود، یعنی میگی که مادر من با پدر شما در تماس بوده و شما رو به وجود آورده، یا بالعکس پدر من با مادر شما در تماس بوده و شما.
در نتیجه که توی فارسی ما به یه نفر وقتی میخوایم به یه دوستمون خیلی ابراز ارادت کنیم بهش میگیم من شما رو مثل برادرم دوست دارم، یعنی شما هم خون منی، فامیل منی. علازت بشون کارمون دوستان خیلی خرابه، من از شما میخوام که لطف کنید بیشتر بیان اینجا. چند تا مورد دیگه مونده، یکی وصیت نامه سیاسی شاه، یکی ارتش ایران در دوران سلطنت رضا شاه، یکی سوگند در ارتش شاهنشاهی و یکی دیگه برداشت ها و نظرات پادشاه ایران درباره ارتش و افراد وظیفه در ارتش. ما متاسفانه وقتمون به پایان رسیده، ولی یکی از این موضوعات رو که میتونید تو دو سه دقیقه بگی لطف کنید توضیح بدید، هر کدومشو میخواین، چون من اینجا نه تا هر کدومشو یکشو بگید. بله، چون اینها رو وصیت‌نامه سیاسی شاه، چون تا اونجایی که همه میگن، میگن وصیت‌نامه از شاه نمونده، که این خیلی غیر معموله، مخصوصا افراد سیاسی باید وصیت‌نامه داشته باشن. ضمناً خود شاه به عنوان یه شخصی که اروپا رو دیده بوده، اینها میدونست که باید ویل یا وصیت‌نامه داشته باشه. و بعد میگن که خانم فرح پهلوی اگه یه وقت هم ایشون دوست داشت میتونه مهمون برنامه ما باشه توضیح بده، میگن که وصیت ایشون دستکاری کرده و ساختگی بوده. بفرمایید وصیت‌نامه سیاسی شاه، این هم جزء نوشته ها هست، من میتونم براتون بفرستم دوستان اگه خواستید. بله. خانم مینو ثقفی که تاریخ دانن و با تاریخ سر و کار دارن، من ایشونو ازشون خواهش میکنم به کتاب یادداشت های آقای علم مراجعه کنن، مربوط به تاریخ پنجشنبه 1/9/52. اینا توی این گاهنامه هم هست یا نیست؟ توی گاهنامه هم هست. بله، بذارید برای دوستان بگیم این گاهنامه مثل یه ژورنال میمونه، درست میگم؟ که مثل کارایی که اتفاق می افتاده و اینها گویا مکتوبش می کردن، نگه می داشتن و پنج جلد هست. من پنج این رو آقای شجاع‌الدین شفا گویا یا به هم آقای شجاع‌الدین گویا اون نوشته، ولی نخیر ایشون رئیس کتابخانه دربار شاهنشاهی بودن، با امکانات فراوانی که داشتن از سال 55 ادهی رو مأمور میکنند که به وزارتخانه ها مراجعه کرده و کلیه فعالیت ها و اقداماتی که در دوران سلطنت رضا شاه و محمد رضا شاه انجام شده جمع آوری کنند و به صورت 5 جلد کتاب که جمعاً 2437 صفحه است در بیارن. البته وقایع خیلی جالبه، ولی آنچه که اینو از لحاظ تاریخی خونسام میکنه اینه هر اتفاقی افتاده به نام اعلی حضرت همایون، شاهنشاه ایران، اولیا حضرت شهبانو و غیره، یعنی نخست وزیرا، وزرا، مدیر کلا، مردم و غیره، هیچ وقت به حساب نیمدن، نامی از آنها برده نشده. در نتیجه منی که این کتابو میخونم و من مطمئنم که خانم ثقفی دسترسی به این کتاب ندارن و دنبالش هم حتی نرفتن، برن و اینو در بیارن و ببینن که چه لطمه این زده. گاهنامه 50 سال شاهنشاهی پهلوی، برای دوستانی که مایل هستن تحقیق کنن بخونن. و این دیگه این رو آقای آریانپور ننوشته، این رو خود دولت و به اصطلاح حکومت پهلوی چاپ کرده و این نوشته. اشکالی که داره اینه چون گفته همه کار رو این دو پادشاه کردن، بنابراین تمام کارهای خلاف هم به نام اون دوتا در میاد. پس اگر من نوعی میام انتقاد میکنم از کارهای خلاف و شما به جای جواب دادن به حرفای من به اجداد من طعن و لعنه توهین میکنید، برید مطالعه کنید، خودتون مدرک رو به دست من دادید که من از شما ایراد بگیرم، نه ایراد بگیرم، حقیقت رو براتون بیان. بسیار ممنونم. من بقیه این داستان رو میذارم در جلسه بعد.
میتونید چهارشنبه دیگه بیاین؟ با کمال میل. بله دوستان، پس خبر خوب این که چهارشنبه هفته آینده هم با آقای آریانپور هستیم. من به جای شماها هم از ایشون تشکر میکنم و ای کاش داشتیم افرادی شجاع با شهامت که تحمل توهین، تحمل ناسزاها رو می داشتن ولی می اومدن خاطراتشون رو می گفتن، می اومدن نوشته ها رو که خوندن طبق گفته ایشون میگه، من از روی نوشته های خودتون دارم میگم، در صورت خواندنی ها کم نیست، من و تو کم خواندیم، گفتنی ها کم نیست، خانم مینوس ثقفی و دیگران من و تو کم گفتیم. تشریف بیارید، مهمون ما باشید، صحبت کنید. مردم قضاوت میکنن کیا خدمت کردن و کیا دانسته یا نادانسته خیانت کردن. از شما ممنونم، از شما بسیار ممنونم. قول هفته آینده رو گرفتم، به امید من دیدار. من در خدمتم از هموطنان عزیز تشکر میکنم که به حرفهای من توجه کردن. بسیار ممنون. دوستان عزیز، بریم یک استراحت کوتاهی بگیریم و برگردیم با هم باشیم، برنامه رو پی میگیریم. مرسی. پتروس با 25 سال سابقه کار در آمریکا، هندیمن، لایسنس، باند، بیمه، کهنخانه خیش آراستن به از خانه دیگران زیستن. خانه کهنه و قدیمی خود را توسط پتروس هندیمن به خانه شیک و دلخواه مبدل سازید. انجام کلیه کارهای ساختمانی، لوله کشی، نجاری، نقاشی، کاشیکاری، برق و غیره. پتروس هندیمن به 3 زبان فارسی، ارمنی و انگلیسی با شما صحبت می کند. 7 روز هفته از 7 صبح تا 7 شب در خدمت شماست. شماره تلفن تماس اریا کد 818-209-6052.
خب بینندگان عزیز، ممنون و متشکر که تا این لحظه با ما بودید و برنامه رو پی میگیریم. در قسمت دوم برنامه قرار بود با یکی از دوستان از اروپا صحبتی داشته باشیم که ایشون تماس گرفتند و گفتن امروز نمیتونند. گفتم خب جمعه، گفتن جمعه هم در سفر هستند و قرار شد دوشنبه با این دوستمون باشیم. اگر قبلا یعنی برنامه رو ندیدید، امروز آقای تیمسار آریانپور اینجا بودن، دریادار آریانپور که فرمانده نیروی دریایی قسمت بندر عباس و بندر پهلوی هم بودن، خاطراتشون رو گفتن، نظراتشون رو گفتن و با استناد به کتابهایی که دیدید در برنامه صحبت‌های خودشون رو گفتن. ایشون همیشه میگه این نظر منه، دوستان هم میتونن نظرات خودشون رو بگن و با ایشون باشن. این هم از این لحاظ. ممنون و متشکر از یکایک شما عزیزان. در حین برنامه دوستی تماس گرفته، پیام گذاشته به مدت یک دقیقه که اجازه بدید بعد از برنامه من گوش کنم و در برنامه آینده پاسخ بدیم یا اگر چیزی گفتید. و اما دیروز اجازه بدید من ببینم، با کمال تأسف با خبر شدیم که شاعر و ترانه‌سرای خوب آقای معینی کرمانشاهی هم در گذشتند یا فوت شدند. اون وقتا میگفتیم فوت کردن، گفتن نگید فوت کردن، وقتی میگین فوت کردن یعنی طرف خودش رو کشته، فوت کرده، عمل رو اون انجام داده، ولی فوت شده. اب نداره، یاد میگیریم. در صورت این هم از این، یادش گرامی، روانش شاد. من حقیقتا هنوز تفاوت شاعر و ترانه‌سرا رو نمیدونم. ترانه‌سرا یعنی بهش میگن که مثلا ما یه شعری میخوایم برای آهنگ، اون میره ترانه درست میکنه، یا ترانه چیه، شعر چیه، اینها رو باید یاد بگیریم. این هم از این. و اما درباره من دیروز یک کاری رو برای یه آمریکایی انجام دادم و گفتم چه خوبه که ما این کار رو برای خودمون هم انجام بدیم و برای دوستانی که در تلویزیون مردم برنامه دارن، مثل کانون آوا، مثل آقای شبستری، مثل آقای اجلالی، مثل آقای انصاری. و این رو آمریکایی‌ها بهش میگن پلی لیست. ما یه چیزایی رو چون نداشتیم و اینها شروع کردن، ما هم خب باید این چیزی رو که اینها میگن یاد بگیریم. هم کار خودمون رو آسون کردیم، به جایی که تو سر هم بزنیم که اسمش چیه، وقت میذاریم میریم یاد میگیریم چجوری انجام بدیم. این به این صورته که مثلا الان شما اگر برنامه های ما رو زنده از طریق یا حتی بازپخششو اگر از طریق صفحه مردم تیوی دات کام نمی بینید، وقتی که میرید اونجا یه جایی نوشته که اگر قادر به دیدن و شنیدن نیستید اینجا را کلیک کنید. این کلیک کردن یا فشار دهید، همش ما یا میگیم بزن یا میگیم فشار بده. این کلیک کردن همینه که ماوستون رو شما میاری اینجوری کلیک میکنی. کلیک مثلا یه چراغی هم که خاموش روشن میکردن میگفتن کلیک. اصلا یه چیزی داریم کلیکر، اینجوری تک 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 صدا میده. در صورت وقتی اون رو میزنید شما، یا کلیک میکنید یا فشار میدید، اون رو با آیفون، با آیپد، با مک، همه چیز میتونید ببینید. یعنی ما همین 6-7 تا پروگرام، 8 تا پروگرامی که میذاریم برای شما، این رو روی اون قسمت هم میذاریم و خوبیش هم اینه که مجانیه. حالا اگه کسی خواست این رو ما میتونیم براتون یک صفحه درست کنیم در تلویزیون مردم، در وبسایت مردم تیوی به نام خود شما. مثلا اسم شما آقای ایکس، اسم شما خانم ایگرگه، خانم وای، چرا ما میگوتیم و ایگرگ، من نمیدونم، حتما لاتینش هست. در صورت درست کنیم و اون رو شما برید ببینید. الان ما داریم مثلا برای آقای شبستری داریم mardomtv.com/ یا اون ممیز shabastari.html. این رو باید یاد بگیرم که چیکار کنیم که آقای شبستری، اگر اسمش رو بزنیم فرزاد شبستری، بیاد اینجا. من هر روز فکر میکنم که روز یاد گرفتنه. درسته که حضرت محمد گفته بود که
چنین گفت پیغمبر راستگوی، ز گهواره تا گور دانش بجوی. ما نمیدونیم همچین چیزی رو کی گفته، ولی ایشون میگن که سواد نداشته و یه دفعه رفته تو غار، آمده اینقدر با سواد شده. خب معلومه یه همچین کسی نصیحت میکنه به دیگران که ز گهواره تا گور دانش بجوی، ولی اگه رفته بود مدرسه دو سه تا معلم نامرد مثل اون آقای قیاسی کتکش زده بود و چوب زده بود و حتی اینجوری خودکار لای انگشتش میذاشت، اون وقت میگفت که بابا مدرسه رو ول کن. و خیلی از بچه ها بودن به خاطر این نادانی، نامهربانی، عقده‌ای بودن معلم درس و مدرسه رو ول میکردن و از مدرسه فراری میشدن. و من دیروز حقیقتا یادم افتاد به این ماجرا. دیروز رفتم حدود 45 دقیقه راه رفتم، فهمیدم من وقت حالا فکر کردم 3 مایل راه میرم هر وقت که بتونم، دیروز متوجه شدم که این 2 مایله، یعنی یه مایل به خودمون کلک زدیم، فهمیدیم که کلک میزدیم. وقتی داشتم راه میرفتم دیدم همینجوری، خب الان دیگه پاییز، چوبا و درخت ها و اینا بعضی هاشون پیر شدن، میشکنن، میریزن، یه چوبی رو برداشتم و راه که میرفتم همین چوب رو اینجوری یواش یواش زدم به دست خودم. مثلا فکر کنید این البته یه چوب گرد بود، زدم به دست خودم. همون موقع یادم افتاد که ما بچه که بودیم، حالا به هر دلیلی تو مدرسه اذیت کرده بودیم، دیر رسیده بود. آقا این که دیر رسیده مدرسه، این بیچاره مشکلی داشته، حالا توی احمق تن گنده هم وای میسی کتکش میزنی که این حالام که میره میره کلاس با درد بشینه اونجا. دوستان این فرهنگ ما بوده. اون وقت هی بشینید بگید هنر نزد ایرانیان است و بس. بعضیا درست میگن، میگن که هنر نزد ایرانیان است دو بس، یعنی دو بس تریاک اگه بزنی اون وقت بشینی پای منقل، اون وقت هنر میاد سراغت. و الا چه هنری؟ اون موقع بود که من شعر آهای معلم بعد مال ابی رو گذاشتم، بعد برای دوستانم فرستادم. یکی از دوستانم پرسید که اینو به چه دلیلی فرستادی؟ گفتم همه چیز تو زندگی ما نباید دلیلی داشته باشه، به این دلیل که من الان یاد معلمای بد افتادم. حالا اگه خدایی هست خدا رو شکر، اگر طبیعتی هست طبیعت رو شکر میکنم که من توی این چند سالی که دبیر هنرستان بودم، یه دفعه گفتم دیگه، من از کلاس دهم که بودم درس میدادم تا سال 62، حالا کلاس دهم باید پیدا کنم، که یه نفر گفت آقا مگه میشه 16 سالگی شما درس میدادی؟ گفتم والا ما 12 سالگی شاه داشتیم، حالا نمیشه ما 16 سالگی مجانی به یه کسی دیگه ای، به یه بچه 16 ساله دیگه ای درسی بدیم که ما سال قبلش بلد بودیم؟ عقده ای هستیم دیگه. تا یکی یه چیزی میگه گفتم اون دفعه. اجازه بده از آقای فرخیان تشکر کنم، برای من این به اصطلاح روی فیسبوک پیام گذاشتن، گفتن اون عکسی که شما نشون دادی، اون دو نفر جوان رشید نوه‌های من هستن. من به شما تبریک میگم آقای فرخیان، و ای کاش من اون موقع که این عقده‌ای‌هایی که همه معتاد و قمارباز و اینها، همه شاه اللهی، طرف زنگ میزد میگه آقا این سربی گفته من کشتیگیر بودم که کشتی نمیگرفته، ای کاش آقای فرخیان، آقای قشقایی، آقای فرجام، اینها اون موقع مثل الان بود، دم دست آدم میتونست تماس بگیره. ولی چه فایده، اینها مغزشون سنگه، بی خود نیست که میگیم که نرود میخ آهنی در سنگ. در صورت جا به جا بود که تشکر کنم از آقای محمدعلی فرخیان، این مربی کشتی و این کسی که قهرمان المپیک شد، اگه اشتباه نکنم با قهرمان شدنش به اصطلاح تیم ایران رو هم قهرمان کرد و از این بابت اون قهرمانیش بیشتر مورد توجه قرار گیره. و اما میدونید که الان بعد از این ماجرای، یعنی بعد از ماجرای بمب هم بود دیگه، نه انفجار و کشتار گروهی هرچی در پاریس، بیچاره دوباره این پناهنده ها یا پناهجویان، پناهنده نه، پناهجویان ضرر کردن. چرا؟ الان که اول سرما هست و اینها، دولت های مختلفی گفتن نه دیگه اینها رو ما نباید راه بدیم، چون ببینید یکی از اینها پناهجو بوده آمده. و یه دوستی میگه آقا این دولت ها با نادانیشون درست دارن کاری رو انجام میدن که همین آیسیس یا همین داعش یا همین طالبان یا همین
القاعده میخواد. اینقدر آیسیس خرابکاری کرده که دیگه آدم یه کمی خودداری میکنه که اسم طالبان و القاعده رو بذاره کنار این آدمای وحشی و خونخوار. در هر صورت دوستان ببینید، افراد کلیمی همه بد نیستن، صهیونیست‌هاشون یه کمی مغزشون خرابه، ولی هستن افرادی که ببینید جویش وایس فور پیس میگه صدای یهودیان یا صدای کلیمیان برای پیس سول، و میگه که به فرماندارتون بگید که پناهجویان رو به اصطلاح با آغوش باز بپذیرن. و اینجا تو آمریکا تا دیروز گفت 20 و چند تا ایالت گفتن ما پناهجو نمیخوایم و اینها. همینجا که ما هستیم فرماندارمون آقای تری مکالوف هست، منم یه مدتی توی کارهای به اصطلاح تبلیغاتش با هیلری کلینتون اینها بودم، بعدم که شد فرماندار. خب ایشون دموکرات هست. اون ور آب، اون طرف آب که آقای رضا پهلوی زندگی میکنه، چیزای مریلند به اصطلاح، یا شادم آقای رضا پهلوی تو قسمت ویرجینیا زندگی میکنه، اونها ریپابلیکن. ریپابلیکن ها باید یه مقداری تندرو باشن، باید یه مقداری هارد راینر باشن، بعضی هاشون دیگه هارد هیدد هم شدن، و نشون بدن به اونایی که میخوان بهشون رأی بدن که بله ما هم مثل شما هستیم و نمیفهمیم و اینها. اونها آمدن گفتن که بله ما اینها رو را نمیدیم، و بلافاصله آقای تری مکالوف توی ویرجینیا گفت که ما اگه این کار رو انجام بدیم ما آمریکایی بودن خودمون رو زیر سوال بردیم. این حرف رو آقای اوباما هم زد، گفت This is not American، یعنی این راه و روش آمریکایی نیست که ما این درو ببندیم اینها رو را ندیم. بعد یک گوینده احمقی مال ماکس ویوز یه هم چیزی هست که دیگه این حالا میخواد ادای فاکس نیوز رو در بیاره و خیلی هم بده برنامه هاشون. اون آمد به دیگران میگفت که من که ایمیگرانت نیستم، من که مهاجر نیستم. یکی بهش میگه احمق، تو اگه نیستی بابات بوده، بابات اگه نبوده پدر بزرگت بوده، و الا قبل از 3-4 تا نسل که بری که اینجا سرخپوستا بودن و اون ورش هم مکزیکیا بودن. مملکت و دنیا و زمان افتاده دست آدمای نادان، و من متاسفم که در یه همچین زمانی داریم زندگی میکنیم. بعضی وقتا میگیم خب حالا اگه تو این زمان هم زندگی نمیکردیم زمانهای دیگه هم همچین بهتر از این نبوده، نمیدونیم والا با چی کار کنیم. در حاشیه ترور پاریس نوشتن که پس از پاریس هیچ چیز ساده تر از آن نیست که با انگشت نشانه داعش و القاعده را هدف قرار داد، با انگشت نشانه داعش و القاعده را هدف قرار داد و از جنگ توحش اسلامی با جهان متمدن سخن گفت. هیچ چیز فریبکارانه تر از این لغلغه هرزگویانه لیبرالی نیست. حمله تروریستی به شهروندان پاریس حمله به جهان متمدن است، اما حمله همان تروریست ها به اهالی بیروت و نمازگزاران مساجد پاکستان، عراق و یمن جنگ فرقه است. ببینید چجوری اسما رو عوض میکنن که من و شما گیج بشیم. در پاریس این شهروند نماد انسانیت است که مورد حمله واقع می شود و حق حیاتش نقض می گردد، اما در کراچی پاکستان این نمازگزاران شیعه هست، این نمازگزاران شیعه هستند که هدف سنی ها قرار گرفتند. در پاریس ربطی بین شهروند و نظام سیاسی اجتماعی حاکم وجود ندارد، اما در بیروت شیعه‌ای که هدف بمب‌گذاری قرار می‌گیرد اصولاً شهروند نیست، او در مجموعه سیاسی حزب الله لبنان قرار دارد و بخشی از آن به حساب می‌آید. من این رو برای دوستان می‌فرستم، مخصوصاً برای خانم شایسته الهامی، از ایشون بخوام که نظرشون رو درباره این نوشته بگن. انقدر نوشته‌ها و چیزایی که دوستان لطف می‌کنن می‌فرستن زیاد هست که بعضی وقتا من مجبور میشم فقط یک خلاصه ایشو برای شما بخونم. شما اگه دوست داشتید تماس بگیرید، تا یکی دو روز آینده من اینها رو نگه می‌دارم، میشه بگیم یک بایگانی موقت، temporary archive یا temporary archive، تا برنامه مثلا جمعه که میاد دیگه، اون وقت دیگه باید خودتون برید روی
گوگل تایپ کنید و پیدا کنید. و اما دوستان خب از بیکاری دیگه کارشون اینه، مثلا دختر آقای فروهر رو اینها چند ساله میرفت و میمد و اینها، من یکی دو بارم با ایشون مصاحبه کردم، کتابی هم چاپ کرده بود به اصطلاح پروموت داشت میکرد، با ایشون مصاحبه کردم. ولی امروز دیدم آقای علی افشار یک فراخانی رو داده، حالا یا مال خودشه یا مال دیگران، به نظر میرسه مال خانواده های دوانی، حاجیزاده، شریف، فروهر، مختاری، پوینده، و نوشتن که فراخان برای دلخواهی دادخواهی در هفدهمین سالگرد قتل‌های زنجیری. 17 سال پیش در چنین روزهایی عزیزان ما پیروز دوانی، حمید حاجیزاده، کارون حاجیزاده، مجید شریف، پروانه فروهر، داریوش فروهر، محمد مختاری، محمد جعفر پوینده، یکی پس از دیگری محکوم حکمی مخفیانه شدند. روبوده شدند، به خانهشان هجوم رفت، حریمشان شکست، جسم و جان گرامیشان درد کشید و سرانجام با بیرحمی و خشونتی لجام گسیخته به قتل رسیدند. پاییز آن سال به درد و خون عزیزان ما آغشته است، انسانهایی که هر یک در جایگاه خیش و با پافشاری بر باورها و آرمانهای خیش برای برقراری آزادی و عدالت پیکار کردند. و کارون کودکی بود نورسیده و جرمش چشمهای باز او که شاهد قتل پدر بود. خب خیلی متاسفیم که در مملکتی که ما بهش افتخار میکنیم که 7000 سال حداقل تاریخ داره، 2500 سال پادشاهی داره و اینها، یک چنین اتفاقاتی میفته، اونم که موقعی که جمهوری اسلامی میاد میگیم که ما از بیداد پادشاهان خسته شدیم و حالا میخوایم برادری و برابری رو برای شما بیاریم. ولی آقای افشار و دیگران، شماها این همه ذکر مصیبت میکنید، آیا راه چاره ای هم دارید؟ شما که یه دفعه دانشجو بودی، رفتی تظاهرات، اونا آمدن حمله کردن، گرفتن، زندان انداختن، این ور اون ور، تا آزاد شدی پا به فرار، الفرار. الان هم اومدی اینجا ماشاءالله ازدواج کردی با حتی مادر خانمت هم، اون خانم چیز که اونم فعال سیاسیه، اینجا هستید و زندگی خوبی دارید. راه حل شما چیه؟ چه باید کرد؟ آیا این نوشتن ها، این فراخوان ها، این ذکر مصیبت ها شده شغل شما؟ اگر شغل شماست به شغل شما ما چی بگیم؟ مگر آخوندی که ذکر مصیبت امام حسین میکنه و عاشورا و نمیدونم اربعین و اینها مردم رو گریه میندازه، اگر اون آخوند، اون معرکی گیر، اون روزخونه، شماها چی هستید؟ آقای علی افشار همینجاست، بندم ارادت دارم ایشون رو میشناسم، اگر یه وقتی صحبتی دارن و میخوان در این باره پاسخ بدن به من، من هر دو گوشم آماده شنیدن. خب من اون روز صحبت کردم، آقای افشارها لطف کردن زنگ زدن، بعدن خانم شایسته الهامی هم یک نوشته نوشتن، ممنونم، در رابطه با اینکه چجوری خون بعضی ها رنگین تره. و ما این مثال رو داشتیم، مثلا وقتی که میخواستیم بگیم نابرابریه یا اینه که مثلا تبعیض هست، به طرف میگفتیم مگه خون شما رنگین تر از دیگری؟ آقای افشارها میگه واقعا هم همین جور هست، بعضی وقتا خون یک کسی رنگین تره و اینها، مثلا اونایی که مریضن، یکی میبینی خون شفافه، یکی میبینی سیاه فلان اینا. بمانم، این دوست افغانی ما نوشته که پارادوکس، میدونید پارادوکس موقعی هست که شما یه چیزایی بگی زد و نقیض هم دیگه باشه، مثلا این دوستان سلطنت طلب از این ور میگن شاه مسئول همه چی بوده، همه چیای خوب، از اون ور میگن نه بابا چیزای بد رو اونا کردن، در صورت که این پارادوکسه که اینها دارن. نوشتن ایشون، فکر میکنم خون فرانسوی ها نسبت به خون افغان ها و سایر خاورمیانه ها رنگین تر و قرمزتر است، چون در اینجا و یا سایر سرزمین های جهان درجه دار روزانه هزاران نفر فجیعانه به قتل میرسند، حتی کسی حاضر نیست یک تسلیت خشک و خالی بگوید، چه رسد به تزیین و رنگین نمودن تصاویر پروفایل های صفحات اجتماعیشان به رنگ پرچم کشورهای مصیبت دیده و در حال فاجعه. کدام
کدام رهبر غربی و یا منطقه‌ای در حین مصیبت حداقل یک ابراز همدردی نمودند. اینجاست که نتیجه میگیریم آثار بردهداری و نظام‌های اربابی هنوز هم به شکل مدرن و با روکشی جدیدتر از آن وجود دارد. این بی‌عدالتی‌ها استخوان‌های انسانی با احساس را می‌کاود، چنانچه در گذشته‌ها برای صحت‌یابی و یا خوشنودی روح پرفتوح اشراف‌زاده‌ها در مساجد و سایر اماکن دعا و نیایش صورت می‌گرفت. حالا نیز ناخودآگاه بعضی‌ها برای روح رفتگان فرانسوی و اروپایی درود می‌فرستند و با درد جانکا که آید حالشان گردیده عشق و با دردی جانکا عشق می‌ریزند. اینم نوشته این دوستمون. و اما بله، نوشته های مدارکی رو که آقای آریان پور امروز در برنامه نشون دادن اگر خواستید من اینجا دارم تا یکی دو روز دیگه، حالا میتونم براتون تا جمعه نگه دارم اگر خواستید. دو تا مدرک هست، خیلی هم سایزش کوچولوه، بذارید یکیش براتون، مثلا یکیش 5.5 مگابایت، یکیش 398، یعنی دوتاش رو توی یک ایمیل من میتونم براتون بفرستم و با هر سیستمی، با هر ارزونی کامپیوتری شما میتونید اون رو باز کنید و مشکلی نخواهد بود. بله، یه دوستی به نام فرزین، اگه اشتباه نکنم از آلمان، چون آلمانی نوشته بود آخرش، از من خواسته بود که آقا این آرشیو تلویزیون کجاست؟ ما نوشتیم والا تو صفحه اصلیمون نوشتیم آرشیو، ولی با انگلیسی. حالا ما خودمون به دیگران میگیم آقا تو ما کانال فارسی داری با فارسی بنویسی، ولی این رو بیژن اون موقع از هلند درست کرد و دیگه اسب پیشکشی رو ما دندونش رو نشمردیم، دیگه نگفتیم بابا اینم درست کن، حالا اگه خودمون بیشتر یاد بگیریم درستش میکنیم. در صورت روی صفحه مردم tv.com که برید، اون بالا نوشته هوم، نوشته about us، نوشته contact و آرشیو هم اونجا هست، یا آرکایو برید بزنید. بعد این دوستمون وقتی برش فرستادم گفت نه، منظور من آرشیو کانال های رسمی و یا خصوصی می باشد. گفت دوست عزیز فرزین جان، در بیخبری فرزین 100 مرحله من پیشم، تو بیخبر از آرشیو اونها، من بیخبر از آرشیو خیشم. دوست عزیز، ما اینجا یه تلویزیون رو داریم یک نفره میچرخونیم، هر کسی از هر راهی میاد سوال داره، خانمه گولش زدن از ایران آوردنش اینجا، شوهرش گذاشتتش تو خونه مادرش، این پرستاری از مادره میکنه، شوهرش بابت پرستاری این حقوق میگیره، تو لاس وگاس قمار میکنه، به من زنگ میزنه، بچه میگه که زنگ میزنه میگه آقای سوربی تو رو خدا یکم با این باباها صحبت کن که اونا هم مثل شما روشن فکر باشن. گفتم ای داد بیداد، اگه روشن فکر مملکت تو دوست عزیز جوان من هستم، 100 مکافات شما بیشتر از ما خواهید. در هر صورت فرزین جان، شما که با کامپیوتر کار میکنید این روزا دست به دامن گوگل بشید. این روزا دیگه گوگل هم نمیخواد، تو همون آدرس باکستون، تو اون قسمتی که تایپ میکنید مثلا www.azadi.mardom هر چی، توی اون اگه حتی بنویسی با هر زبونی، آلمانی بنویس، انگلیسی بنویس، فارسی بنویس، خودش پیداش میکنه. در صورت یه کمی بیشتر کار کنید، تنبل نباشید، چیزها رو آسون نخوان، ولی هر وقت خواستید با ما تماس بگیرید لطف کنید، حمایت کنید، حمایت یادتون نره. اجازه بدید من از اون دوستی که قبلا مجاهد بوده الان آمده بیرون تشکر کنم که 4 ویدیوی 3 دقیقه‌ای فرستاده. اولش هم کارتش رو برای من نشون داده، نشته سوربی جان این کارت من رو به اصطلاح چارج کن، من دقیقه 3 دلار ندارم ولی دقیقه 1 دلار رو میتونم بدم. والا بلا اگر همه مثل شما با انصاف بودن دقیقه 1 دلار میدادن، ما دیگه بیرون هم نمی رفتیم، واشنگتن هم نمی رفتیم فیلم برداری کنیم. همین دقیقه 1 دلار میشه ساعتی 60 دلار. حالا بگو نصفش رو ما ویدیوهای شما رو گوش میدیم، پیام شما رو گوش میدیم، نصفش هم خودمون حرف میزنیم، حداقل 30 دلار گیرمون میومد. امان از این که هیچی نیست. ضمن اون روز من وقتی که این
پیامی رو پخش کردم که پتروس گفت یک بانویی که از شعرم سر رشته داشته تماس گرفته. دوستان گفتن آقای سربی تو اون وقتا هر چی میگفتی من صداها رو تشخیص نمیدم درست، ما باورمون نمیشد، فکر میکردیم که میخوای به اصطلاح کلک بزنی، ولی حالا باورم شد. آقا این آقای دکتر مرتضی آقا محمدیه، همون دیوونه روانی خودمون. در هر صورت خدا به دادت برسه پتروس که اگر این آقا محمدی شروع کنه برات پیام گذاشتن. و اما ملاله یوسفزای دختر پدرش، میدونید که یک دختر پاکستانی هست به نام ملاله و الان هم خیلی معروف شده به خاطر اینکه این طالبان در پاکستان و اینها میخواستن بکشن، آتیشش بزنن، صورتش رو سوزوندن و این الان فیلم ساختن براش و اینها، فیلمش هم توی آمریکا به اصطلاح روی توی سینماها پخش میشه و واقعا به افرادی این چنین باید آدم تبریک بگه و امیدوار باشیم که دختران مملکت ما هم بدون اینکه این مشکلات رو داشته باشن برسن به یه جاهایی که بتونن اینجوری دیگران رو کمک کنن و صدای زنان رو، حقی که به اصطلاح ازشون گرفته شده، حق مادرهاشون، حق مادر بزرگاشون، حتی حق خودشون، این صدا رو به گوش جهانیان برسونن. و اما گفتم دیگه وقتی که یه عده مهاجر میشن میرن یک کشوری، اینها هومسیک میشن، احساس غربت میکنن. یه عده مثل ایرلندیا و اینها شروع میکنن مشروبای خودشون میارن اینجا، مشروبای خودشون میخورن. ایتالیایی ها شروع میکنن خوراکای خودشون میارن اینجا، پیتزا و نمیدونم اون خوراکای دیگه چیه، اونا رو راه میندازن اینها. ایرانی ها هم ماشاءالله دانششون رو آوردن و اینجا مثلا الان گذاشتن 20 نوامبر جمعه موضوع بحث جلسه در دانشگاه بپر کبک لندن یا بیر کبک لندن زمینه بروز مشروط خواهی در ایران. یعنی این دوستان فعلا تو 104-5 سال پیش گیرن و دارن اونجا درجا میزنن که میخوان بیان جلو مشروط خواهی و اینها رو پشت سر بذارن، ببینن تو قرن 21 تو سال 2015 چه باید کرد. من نمیدونم، این هم از این ماجرا. و اما پادشاه فقید اعلی حضرت محمد رضا شاه پهلوی مضروب طرح پهلوی بهار آزاد برای ایرانیان. من نوشته های این خانم نزهت یحیی‌زاده رو اصلا نمیتونم حتی بخونم. اولا ایشون از چند رنگ مختلف استفاده میکنه، دوما هر جا دلش خواست علامت تعجب میذاره، هر جا دلش خواست نقطه میذاره میره سر خط، هر جا دلش خواست کاما میذاره. آخه خانم نزهت یحیی‌زاده، شما این جمله رو زنگ بزن برای من پیام بذار، یعنی چی پادشاه فقید اعلی حضرت محمد رضا شاه پهلوی مضروب طرح بهار آزادی برای ایرانیان علامت تعجب؟ این یعنی چی دوستان؟ شماها فارسیتون بهتر از منه، بگید یعنی چی. به خدا داریم روانی میشیم، یه مش روانی اونجا اینا رو می‌نویسن، روانی تر از اونها من اینا رو برای شما میگم، شما رو هم روانی میکنم. حالا بیاین بریم سراغ این. این کلمه بربریت یعنی چی؟ یه قوم و قبیله بوده به نام بربر، بربرها یعنی چی؟ حالا اون نون بربری یعنی چی؟ ما اینجا یه نون بربری نداریم که درست مزه این نون بربری تهران رو بده. هیچ وقت من تو تبریز و رضایی و اینها نون بربری نخوردم، ولی نون بربری تهران وقتی میخوردم باور کنید من نون خالی میخوردم، نون تنها. یه دو بار با داداشم بستنی، نون بستنی، بستنی های دو قلو، یه قلش اون یه قلش من، شریک میشدیم میخوردیم. من فرانسه هم که رفته بودم هر کی میگفت چی میخوری میگفتم اول نون فرانسوی. بمانه میگه که لواش، نان لواش که میدونید چیه، لواش پرسید چیه، چرا گرفته ای، چته، چی شده؟ بربری گفت حالم گرفته. گفت چرا؟ گفت آخه امروز زور پلیس فرانسه فامیل های مرا بربری ها را در سندنی کشته. من نمیفهمم
این رو دوست عزیزمون نار اناری فرستاده. نار اناری، تو برنامه قبلی راجع به نظر شما صحبت کردم، منتظر بودم نظر شما رو راجع به برنامه من درباره نظرتون بدونم. و اما آقای سربی، این بود، سلام و صبح بخیر، امید که حال شریف خوب بوده و خانواده محترم سلامت باشن. میخواستم بپرسم آدرس یا لینک آرشیو رسانه‌های تصویری تلویزیون در ایالات کجاست؟ از راهنمایی شما ممنون خواهم شد. ارادتمند فرزین از فرانکفورت. جوابش دادم، روی گوگل بزنید بنویسید CNN آرشیوش براتون میاد. و اما آقای دکتر افشارها نوشتن که در رابطه با اون رنگین خونی و اینها، وقتی که من نوشته یکی از دوستانمون رو براشون فرستادم، اون دوستمون نوشته بود سلام، راجع به این تحقیقی که دین را عامل بی‌محبتی بچه‌ها دانستن، با وجود اینکه من زیاد مذهبی نیستم ولی اعتقاد دارم که دینی بودن یا نبودن هیچ ربطی به محبت و یا بی‌محبتی انسان‌ها ندارد. درون شکم و مغز بچه‌ها خالی است، با هرچه پر کنیم و عادتشان بدهیم در بزرگی آن را پس میدهند و به دست خواهند آورد و پس میدهند. اگر با محبت پر کنیم با محبت خواهد شد و برعکس. خوشحالم که آقای افشار هم تقریبا حرفهای مرا زدند. اتفاقا شب شنبه بعد از مناظره دموکرات ها چند خطی نوشتم و به مجله این خانم شایسته الهامی فرستاده. هنوز من نوشته شما رو نگرفتم. ضمناً ایشون میگه که وقتی دو گل یکسان را در یکی در صحرا و یکی در باغ خوشابا و قرار بدهیم، آن که در صحراست خار می شود و آن که در باغ است به گل قشنگی تبدیل می شود. مرسی از شما. آقای دکتر افشارها هم پاسخ دادن، پس از سلام به عرض مبارک حضرات عالی برسانم که بنده در آن روز و آن مورد مطلقاً ورود ماهوی یا مهوای در تأیید و یا رد گفته محققین مربوطه نکردم، فقط تشویق نمودم. به محققین مقرض بیمار توجه زیاد نفرمایید. اصولاً قیاس با دین و بی دین قیاسی مالفارق بوده، جای بحث طولانی دارد. بر طبق نظر و عقیده فلسفی بنده اصولاً در جهان هستی آدم بی دین مطلقاً وجود ندارد، زیرا بی دینی خودش نوعی دین و عقیده است که گریز از عقیده هم امری محال و ممتنع است. بنده در آن مورد هیچ اظهار عقیده‌ای نفیان یا اثباتن ننمودم که بخواهد شبیه گفته فردی باشد یا نباشد. با آرزوی توفیقات عالی جنابان، دوستدار شما کاظم افشارها. ممنونم از شما هم و این هم از این. خب کاکو جون، این هم محمد رضا و حرفش در مورد یک حزبی. این دوست ما نوشته بود که شاه در کتاب مأموریتی برای وطنم درباره مضرات و بدی کشورهای یک حزبی صحبت کرده، بعد که خودش خرابکاری کرد و احزاب قلابی دست پا شکسته ایرانی رو که بست و حزب رستاخیز رو باز کرد، در مدح و ستایش اون گفت و دیدن این اینجوری از تو کتابا درآوردن یا اون کتابا رو جمع کردن. دوستمون خانم نیر گفته بود نه، من اون کتاب رو دارم و همچین چیزی نیست. حالا این دوست ما صفحه کتاب رو عکس گرفته فرستاده، ولی چون با تلفنش عکس گرفته و با ایمیل میفرسته عکس ها کوالیتیش کم شده، ولی این دو عکس هست، سعی میکنم روز جمعه بهتون نشون بدم. ولی یه چیزی جالب که هیچ کدوم از من و شما دقت نکردیم تا من یه روزی از یه جایی شنیدم و اینم به صورت سوال از من پرسیدن آقا وقتی که شاه کتاب مأموریت برای وطنم رو نوشت، آیا هیچ کدوم از من و شما از خودمون پرسیدیم چه کسی مأموریت داده بوده به شاه؟ مگر شاه بالاترین مقام ایران نبوده و اون معمولا باید مأموریت بده به این اون؟ من یه مقداری رفتم مطالعه کردم، فهمیدم که بابا این شاه فکر کرده از طرف خدا مأموره
که بیاد ایران رو دو دستی بده تحویل آخوندا. و دیدید 37 سال جشنای 2500 ساله، جشنای فرهنگ و هنر، نمیدونم این علم شنگایی که در آوردن، آخر کار دو دستی ماموریتش رو خوب اجرا کرد و مملکت رو داد دست آخوندا. در این موردم اگر شماها بیشتر میدونید مهمان ما باشید و با بینندگان صحبت کنید. سلام. راجع به آن تحقیقی که دین را عالم عامل بی محبت، آها این رو خوندم بعد نوشتیم اون دوستونم پاسخ دادن. خوشبختانه این آقای مسعود سهیلی، آقای سهیلی بیا یه بار مهمان برنامه ما شو یه کمی با هم صحبت کنیم. نوشته خوشبختانه این نابغه تاریخ ایران در قید حیات است. با گسترش ارتباطات جهانی این نابغه حتما باید معرفی شود. حقایق درباره این فرد استثنایی قابل سانسور نیست. اطلاعات از شخصیت این مرد در کشمکش اهل قلم و بیان جهانیان می باشد. چه کار کردن؟ آمدن عکس احمدی نژاد رو از توی یک کتابی اینجوری برای ما فرستادن و زیرش اینها رو نوشتن یا بغلش اینها رو نوشتن. دوستان من میخوام براتون بخونم بعد بهتون ثابت کنم که مشکل ما احمدی نژاد نیست، مشکل ما روشنفکری به نام آقای مسعود سهیلی، شاعر فرهیخته که باباشو نمیدونم جدشو همه اینها بودن، خودشونم الان در کانادا سالهای سال زندگی میکنن، ولی اینجوری مثلا این یه نمونه از ایمیلایی که من از ایشون میگیرم. صفات عالیه پیامبران، هفت صفتی که احمدی نژاد از پیامبران به ارث برده است: از محمد بی سوادی، از عیسی بی پدری، از موسی خشک کردن رودخانه ها و دریاچه های ایران، از ابراهیم آتش زدن گلستان ها و جنگل ها و منابع طبیعی، از نو جمع‌آوری حیوانات دور خود، از سلیمان پرواز دادن دکل، این تا حالا شد 6 تا، هفتمیش نوشته مهمتر از همه از یوسف زیبایی. خب ممنونم آقای سهیلی عزیز، این چیزایی که شما دارید میگید به طعنه مسخره، دارید کسی رو مسخره میکنید که 8 سال 70 میلیون ایرانی رو سر کار گذاشته بود و اون موقع نه شما، نه دوستمون آقای مسعود ناصری، نه دیگران، آقای آیت الله نوری علا، نه آقای اکبر گنجی، نه آقای سازگارا، نه دکتر نوری زاده، نه هیچ کدومتون نتونستید یه راه حلی پیدا کنید. ببخشید من این رو میگم، shame on you، نه shame on him. مگه تو کانادا هم اینجوری نیست که اگر خاتمی آمد کلکتون زد شیم آن خاتمی، اگر احمدی نژاد هم آمد کلکتون زد شیم آن یو. اگر شما ها میگید که اینها منتخب شما نبودن، منتخب مردم هستن، خب آقا مردم لیاقت اینها رو دارن، شما از اون مردم نیستید، شما جدا شدید، من هم نیستم و چون نیستم دیگه حق ندارم دخالت کنم. اگر خواستم دخالت کنم باید یه راه و روشی رو فکر کنم. راه و روش من دارم، روزی که دخالت میکنم هر کی گفت چی کار کنم میگم آقا برو ایران خودتو بکش، 10 تا آخوندارم با خودت بکش، اگه یکیشون رفتن نمیرن. و اما سربی، بارها و بارها در رادیوی 607 لس آنجلس، 670 لس آنجلس AM خبرها را اشتباه ها میخونن. مثلا امروز یک خانمی که کنار آقای ساسان کمالی برنامه اجرا میکنه، البته نه در بخش اخبار، صحبت میکرد، میگفت بالاخره روسیه اقرار کرد که مواد منفجر در هواپیمای روسی بوده که در آسمان مصر منفجر شد و قیمت این مواد منفجر حدود 50 میلیون دلار بوده. نه خیر خانم، این درست نیست. خبر درست این است که مواد منفجر حدود 1 کیلو TNT بوده و دولت روسیه 50 میلیون دلار جایزه برای شناسایی و دستگیری عاملان این انفجار جایزه میده. من این خانمی رو که شما میگی 2-3 بار برنامه‌هاشو صبح، چون اینجا ساعت 9 میشه 6 صبح شما، گوش دادم. این خانم خوبه، مثل برنامه‌های تاک شو آمریکایی که بیاد یه چیزی بگه و بخندن و برن. ولی ببینید شما انتظار یک آدم محققی رو یا آدم مفسری رو از اینها دارید.
و اینها خودشون رو خراب میکنن. کسی که میاد یک خبری رو اینجوری خراب میکنه، خب این دیگه اصلا نباید تو رادیو تلویزیون کار کنه. ولی پررو هستن، بازم میان. بهتون گفتم آقای میبودی دیگه فکر نمیکنم از میبودی ما معروفتر و سابق دارتر داشته باشه. گفت اگه این احمدی نژاد شد رئیس جمهور، من دستپامو جمع میکنم میرم. نمیره. خب آقای سهیلی وقتی میبودی دروغ میگه، از احمدی نژاد انتظار داری دروغ نگه؟ کارمون خیلی خرابه، سعی کنید چیزها رو چی نکنید. ولی این برنامه بله، بالاخره راشا گفت که TNT بوده، 50 میلیون هم جایزه گذاشته. همون دیروز گفتن که خب خیلی خوب شد، حالا یه چند نفر از این آیسیس میرن، دو سه نفر رو میدن تحویل، میگن آقا اینها بمب گذاشتن، اینها چیز کردن، کارگر فرودگاه بوده، تو قسمت بار کار میکرده، اینها رو تحویل میدن، 50 میلیون دلار رو میگیرن یا 500 میلیون دلار هرچی، اونا خرج آیسیس میکنن دوباره. این جایزه ها بعضی وقتا کارش خیلی درست نیست. کاکو جون با تشکر از برنامه‌های خوبتون، در اسامی پسرخوانده های آقای ایروانی نوشته بودم که اسم حسین نیست. با توجه به اینکه ایشان همیشه روزه میگرفت و در ماه رمضان مسافرت نمیکرد، جای تعجب داشت. خانم نزهت همسر آقای متقی دو روز قبل از شاه ایران را ترک کردند. بعید می‌دانم برگشته باشند. شاید هم برگشتند. بیشتر کتاب‌ها بعد از انقلاب و در ایران چاپ شده است. به چی و کی میشه اعتماد کرد؟ موفق باشید. اولا خیلی ممنونم که اینو نوشتی که من دو تا چیز رو که اشتباه گفتم درست کنم. یکی این که گفتم برادر آقای ایروانی رو گرفتن سرهنگ بوده اعدام کردن. همسر ایشون برای من نوشت که نه، سرهنگ نبوده و گویا ایشون رو اشتباهاً به جای برادرش گرفتن و برادرش اون آقای ایروانی اصلی هم در لندن خیلی ناراحت بوده و همیشه میگفته اون رو به جای من کشتن. ضمناً ایشون نوشت که همسر آقای ایروانی هم در ایران نیست ولی از همین انگلستان کمک میکنه که اون به اصطلاح بنیادهایی رو که کارهای خیریه انجام میدن در ایران به اصطلاح همین جوری به راه باشه و ازش استفاده کنن. ما به افرادی که اینجوری خیر هستن واقعا هم افتخار میکنیم، هم امیدواریم که موفق باشن. و اما بریم ببینیم که این مسلمان ها دردشون چیه. میگه جنگ مسلمانان با مسلمانان. با این چهار تا همسایه نیاز به هیچ دشمن دیگری نداره. دقت کردید که جهان اسلام به خاطر حفظ خودش روز به روز با اسلام می جنگد؟ توجه کردید که بزرگترین قربانیان استبداد دینی، اعم از طالبان و القاعده و الشباب و داعش و حزب الله و ایران، مسلمان ها هستند؟ داعشی ها می خواهند جهان را مسلمان کنند، بعد سر مردم سوریه و عراق را می برن. عربستان برای حفظ قدرتش مردم مسلمان یمن را می کشد. حتی تازه مسلمان های اروپایی هم از فرانسه و ایتالیا و انگلیس و سوئد یک کار را می افتند، با آن همه هزینه می رسند به ترکیه و با بدبختی خودشان را به داعش در سوریه و عراق می رسانند که سر چهار تا مسلمان دیگر را ببرند که خداوند اسلامشان را قبول کند. بوکو حرام در نیجریه برای مبارزه با فرهنگ غربی و اروپایی هر ماه تعدادی از مسلمانان نیجریه را می کشد. مفتیهای طرفدار داعش اعلام کردند که جنگ با اسرائیلی ها حرام است و باید با مجوزهای صفوی ایرانی جنگید. خمینی هم از وقتی چشم به دنیا باز کرد دو سه تا آرزو بیشتر نداشت. یکی از بین بردن حکومت محمد رضا پهلوی بود، دومی از بین بردن حکومت حجاز یعنی همان عربستان سعودی و سومی هم از بین بردن حکومت مصر. 30 سال ایران میخواست مصر را از بین ببرد و مصر دنبال رابطه با ایران بود. حالا هم ایران میخواهد با مصر رابطه برقرار کند و مصر میخواهد ایران را از بین ببرد. یعنی در خاورمیانه یک مشت علی، ابوبکر، حسن، حسین و یزید دارند، یک مشت مبارک و معمر و حسن و زید را میکشند. به خاطر همین نشریه بیزینس اینسایدر نوشته دشمن اصلی خاورمیانه
خودش هست. خیلی این مقاله قشنگه و از این نوشته هم باز نتیجه میگیریم که ایشون داره میگه که حکومت شاه حکومت اسلامی بوده. و اما یک کاریکاتوری میدونید که کاریکاتور به اصطلاح طنزی است که یه حکایت از حقیقت داره. یک کاریکاتور قشنگی رو یکی از دوستان برای من فرستاده، نوشته Cartoon of the Day by Carlos Latouf. اینجا نشون میده که این بشکایی بود که پشت جیپای ارتشی هم بود، تو ایران هم ما از اینا نگه میداشتیم برای بنزین و اینها. این رو نوشته آقای، میبینید آقای فرانسوا اولان داره بنزین میریزه روی این آتش سوریه، سوریه رو به آتش میکشه، ولی همه آتش ها که درست نمیسوزن، دود هم به پا میکنه. یادتون اون وقتا میگفتن دود آتش میره تو چشم کسی که آتش به پا میکنه؟ دلیل هم داشت، چون کسی که وای میسه جلوش آتش میکنه، باد جاهای دیگه باد میزنه میره، ولی باد دود رو میاره تو چشم این طرف. ولی این بار دود آمده بالا به صورت آیسیس، با این خنجر و شمشیر رفته کجا رو زده؟ پاریس و فرانسه رو زده. این هم علامت پرچم فرانسه. بعضی وقتا گفتم این کاریکاتورها یا کارتونها از 100 صفحه نوشتن و اینها بهتره. رسیدیم به اونجایی که نادرشاه از کسی پرسید و این رو روز قبلم براتون خوندم، نشون میده که من همینجا دیگه باید از شماها خداحافظی کنم. بنده خدا آقای مینوی هر وقت میگه خداحافظی، میگه نه من منظورم خداحافظی نبود، به خرد خودتون میسپارم. آقا دیگه الان میدونیم وقتی هم شما به یکی میگی خداحافظ، منظورت این نیست که خدا حافظ و نگهدار تو باشه. اصلا خدا نمیتونست هیچ کس رو حفاظت کنه، بهترین آدمای خودش رو نتونست نگهداری کنه. یه شیطون ببینید با 124,000 تا پیامبری که این فرستاد حریف شده. صحبت از آقای پرویز مینویی شد، ایشون دوشنبه ها و چهارشنبه ها ساعت 6:30 بعد از ظهر در تلویزیون ایتو برنامه داره، ما هم مستقیم پخش میکنیم. بعضی وقتا به دلیل اینکه صدا و تصویر و اینها ممکنه مشکلی داشته باشه ضبط میکنیم، ولی همون موقع برنامه آقای مینویی رو ما از پخش میکنیم از اینجا. بعد روزهای دیگه هم هر روز برنامهشون پخش میشه، در یوتیوب هم میذاریم. شاید با آقای مینویی هم صحبت کردم، یه پلیلیستی هم برای ویدیوهای ایشون درست کنم که هر زمان که شما میرید مردم تیوی بعد روی عکس ایشون میزنید مینویی، تمام ویدیوهای ایشون بیاد. شاید این یه روش بهتری باشه، به جای اینکه شما بین ویدیوهایی که ما همه اونجا گذاشتیم دنبال ویدیوی فرد حالا یا محبوبتون بگردید یا کسی که میخوان پیله کنید بهش، قشنگ بیرید یه جا آدرس دقیق تر. بازم از اینکه با تلویزیون مردم بودید ممنون، متشکرم. نظراتتون رو درباره برنامه های ما در رابطه با صدا و سیما و تصویر و هر چی که بگید به ما بگید، ما سعی میکنیم با همین امکانات کمی که داریم بهتر و بهتر بشیم. اگر جای بلیتی برنده شدید، ارسی بهتون رسید، یا اگر خدای نکرده در حالت به اصطلاح آخرای عمر هستید و میخواین ارثی جا از خودتون جا بذارید، تلویزیون مردم رو هم یادتون نره و بنویسید. اینجا رسمه، اینجا تلویزیون ها، رادیو ها، به اصطلاح بنیاد خیریه و اینها رو، مدرسه ها و اینها رو جزو لیست وصیت نامه شون مینویسن. مثلا مینویسن که اینقدر میلیون دلار وقتی من مردم بدید به سوربی تا بره یه لباس جدید بخره، یه ماشین جدید بخره اینها، و اونم مجبوره که همون کاری که اون گفته انجام بده. صحبت از ماشین شد، من چند مدتی بود که ماشین نداشتم، بالاخره رفتیم یه ماشین کهنه خریدیم و خیلی جالبه، باز پریروزا این ماشین رو ما فروختیم رفت و با مادرم که صحبت میکردم گفت که از این ورا نمیای، گفتم الان ماشین ندارم، امیدوارم تا چهارشنبه پنجشنبه یه ماشین بهتری بخرم بیام. گفت والا خوب کاری کردی، با همون لهجه شیرازی، این ماشینا اصلا به تو نمیمد. گفتم چرا؟ گفت اصلا برای تو کوچیک بود. من همیشه ماشین بزرگ SUV و اینها داشتم، ماشینای نو داشتم. از وقتی که با دوستان ایرانی سر کله زدیم و تلویزیون ایرانی داشتیم، گفت
از اونوری بود. اون وقتا میگه آن که تا دیروز خرمیران پشت پیکان نشست و اعیان شد، عینک چوبیش کتیرا شد. ما برعکسه، من وقتی شروع کردم مرسدس بنزی داشتم $50,000 و باید تو نوبت وای میستادی تا بخری. حالا سرکارم رسیده اون ماشین های $1,500، بازم داریم توهین، تهدید، دروغ که ما از این ور اون ور پول میگیریم. نمیخوام بگم امیدوارم شما هم به روز ما بیفتید، ولی اگر شما یه وقت دوست دارید ماشینی دارید که رانندگی نمی کنید، پیر شدید، مسن شدید و مایل هستید که یه نفر ازش خوب نگهداری کنه، مخصوصا اگر توی این منطقه ما هستید، خب ما گاراژمون الان خالیه برای ماشین شما، به عنوان حتی قرض بدید به ما تا نگهش بداریم براتون. ممنونم از شما. حالا ببینم فردا چند تا ماشین میاد اینجا بوق بزنه که بخوان برن توی گاراژ. ملت بی خاصیتی هستیم، خود منم بی خاصیتم، خود منم باید بیشتر از این که الان به اصطلاح اگر فکر میکنم کمک میکنم کمک کنم و باید یاد بگیریم. متاسفانه دولت ها و حکومت های دیکتاتور نمیذارن این کار ما انجام بدیم و روپای خودمون وایسیم. شما الان ایام کریسمس ببینید تو آمریکا چه خبره، چقدر پول میدن، چقدر خوراک میدن. من الان یک کیسه پلاستیک گذاشتم اینجا که برم کن بخرم، کنسرو کن میگن اینجا، بخرم بذارم برای اینهایی که فقیرن بیان ببرن. خانمه با بچه هاش پیاده میشه با ماشین با شوهرش، این کیسه پلاستیک ها رو با شوق و ذوق پخش میکنن، بعد میان جمع میکنن، بعد میبرن، بعد خوراک درست میکنن به اینها میدن. هیچ کس نمیگه آقا ما بهترین کشور آمریکا هستیم چرا من بدم، برو از اوباما بگیر. ولی متاسفانه ما برای که کمک نکنیم، آقا من چرا بدم، از آخونده بگیرین. آقا آخونده اگر میداد که به این چاقی و گردن کلفتی نمیشد. شاه اگه میداد حق مردم رو که این همه خونه و ملک و املاک و پول نداشت در کشورهای دیگه. اونا که نمیدن، من و تو هم با حماقتمون پافشاری میکنیم کمک نمیکنیم. خب میشه این دیگه. دوستان عزیز ممنون و متشکرم. چهارشنبه است، جمعه با شما خواهیم بود 12 ظهر به وقت واشنگتن، به وقت نیویورک، با کانون آواد. 2 بعد از ظهر برنامه سربی با مردم و 4 بعد از ظهر جمعه آقای حسن ارشاد از ایران. روز و روزگار بر شما عزیزان خوش. به امید دیدارتون جمعه.